دعای وداع با ماه مبارک رمضان، صحیفه سجادیه. دعای 45 صحیفه سجادیه دعایی است که امام سجاد علیه السلام به هنگام وداع با ماه مبارک رمضان خوانده است. مثل این دعا به این شرح است: ای خداوندی که در برابر نعمتهایی که بندگانت را ارزانی می‌داری، به پاداشت رغبتی نیست. ای خداوندی که از بخشیدن پشیمان نمی‌شوی. ای خداوندی که پاداش عمل بنده را 9 برابر عمل بلکه بیش از آن می‌دهی. نعمتت بی هیچ سابقه است و عفو تو بر مقتضای فضل و احسان توست و عقوبتت بر آیین عدالت است و هرچه تقدیر کنی خیر ما در آن است. اگر عطا کنی عطای خیش به منت نیامیزی و اگر منع کنی منع کردنت نه از روی ستم باشد. پاداش نیک دهی کسی را که سپاست گوید، با آنکه تو خود او را سپاس گفتن الهام کرده ای. جزای خیر دهی کسی را که تو را به ستاید، با آنکه تو خود او را ستایشگری آموخته ای. عیب کسی را می پوشی که اگر می خواستی رسوایش می ساختی. به کسی عطا می کنی که اگر می خواستی عطا از او باز می گرفتی. و آن دو یکی در خور آن بود که رسوایش کنی و یکی سزای آن بود که عطای خیش از او باز گیری. ولی تو ای خداوند کار خود بر تفضل بنا نهاده ای و قدرت خود را برگذشت از گناهان جاری داشته ای. با آنان که تو را عصیان کنند با بردباری رویاروی شوی و آنان را که آهنگ ستم بر خود کنند مهلت دهی. آری ای پروردگار من، مهلتشان دهی و با آنان مدارا کنی. باشد که به سوی تو بازگردند و چاره کارشان به تو بسپاری. تا آن که باید هلاک شود، به خلاف رضای تو در مهلکه نیفتد و آن که از نعمت تو مست غرور شده و طریق شقاوت در پیش گرفته بدبخت نگردد، مگر آن که دیگر عذر باقی نماند و حجت بر او تمام شود. همه اینها از روی کرم و عفو توست ای خدای بخشنده و سودی است که از عطوفت تو حاصل گردد ای خدای بردبار. ای خداوند، تویی که در عفو به روی بندگانت گشوده ای و آن را توبه نامیده ای و برای رسیدن به این در آیاتی را که بر پیامبرت وحی کرده ای راهنما ساخته ای تا کسی آن در گم نکند. که تو ای خداوندی که بزرگ و متعالی، نام تو خود گفته ای به درگاه خدا توبه کنید. توبه ای از روی اخلاص باشد که پروردگارتان گناهانتان را محو کند و شما را به بهشت هایی داخل کند که در آن نهرها جاری است. در آن روز خدا پیامبر و کسانی را که به او ایمان آورده اند فرو نگذارد و نورشان پیشا پیش و در سمت راستشان در حرکت باشد. می گویند ای پروردگار ما، نور ما را برای ما به کمال رسان و ما را بیامرز که تو بر هر کاری توانایی. پس کسی که از دخول به چنین سرایی، سرای توبه، پس از گشودن در و گماشتن راهنما غفلت ورزد، چه عذر تواند آورد؟ ای خدای من، تو کسی هستی که در معامله با بندگان خود همواره به سود آنان در بها می افزایی و می خواهی که در معامله با تو سود برند و به افزوندهی و نزول بر آستان تو کامیاب شوند. که تو خود گفته ای بزرگ و متعالی است نام تو و بلند مرتبه است. هر کس که کار نیکی انجام دهد 10 برابر به او پاداش داده شود و هر کس کار بدی انجام دهد تنها همانند آن کیفر ببیند. و نیز تو خود گفته ای مثل آنان که مال خود را در راه خدا انفاق می کنند مثل دانه ایست که 7 خوشه برآورد و در هر خوشه 100 دانه باشد. خدا پاداش هر کی را که بخواهد 10 برابر می کند. و نیز تو خود گفته ای کیست که به خدا قرض الحسنه دهد تا خدا بران 10 برابر بیفزاید. و نظایر این آیات که در قرآن در باب مضاعف شدن حسنات نازل کرده ای. بار خدایا، تویی که به وسیله وحی که از عالم غیب فرستادی و به ترغیب خیش آدمیان را به چیزهایی راه نمودی که اگر پنهان می داشتی از دیدگانشان پنهان می بود.
گوششان از شنیدن آواز آن ناتوان و اندیشه هایشان از تصور آن عاجز می آمد. که تو خود گفته ای مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. مرا سپاس گویید و ناسپاسی من مکنید. و نیز گفته ای اگر مرا سپاس گویید بر نعمت شما می افزایم. و اگر کفران کنید بدانید که عذاب من سخت است. و گفته ای بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم. آنهایی که از پرستش من سرکشی می کنند زود در عین خاری به جهنم درآیند. بار خدایا دعای بندگان را به درگاه خود عبادت خوانده ای و ترک آن را خودپسندی و سرکشی و کسانی را که از آن سر برتابند وعده جهنم و خاری آن داده ای. از این روز که تو را به نعمت و بخششت یاد کردند و به فضل و احسانت سپاس گفتند و هم به فرمان تو را به دعا خواندند و در راه تو صدقه دادند تا به ثوابشان بیفزایی و در آن بود رهاییشان از خشم تو و کامیابیشان به خوشنودی تو. بار خدایا اگر یکی از آفریدگان تو آفریده دیگر را چنان راهنمایی کرده بود که تو بندگانت را راهنمایی کرده ای، او را به صفت انعام و احسان متصف می ساختند و به هر زبان می ستودندش. پس حمد و سپاس تو را تا هر زمان که سپاست توان گفت و تا آنگاه که بر حمد تو لفظی باقی است و معنایی که در این طریق بهره‌ای از آن توان یافت. ای خداوندی که احسان و فضل خیش به بندگانت عطا کرده ای و آنان را در بخشش و عطا غرق ساخته ای. آثار نعمت تو بر ما چه آشکار است و احسان تو در حق ما چه بسیار و چه بسیار ما را به نیکی خیش مخصوص گردانیده ای. ما را به دین برگزیده خود، آیین پسندیده خود، شریعت سهل و آسان خود هدایت کردی و دیدگانمان را بینا ساختی که به تو تقرب جوییم و به مقام کرامت تو وصل شویم. بار خدایا یکی از این برگزیده ترین وظایف و خاص ترین واجبات ماه رمضان را قرار دادی، ماهی که آن را از میان دیگر ماها ویژگی دیگری بخشیده ای و از بین همه زمانها و ایام آن را انتخاب فرمودی و بر همه اوقات سال برتریش نهاده ای، زیرا که در آن قرآن و نور نازل کرده ای و بر تکالیف مؤمنان چند برابر افزوده ای و روزه را در آن واجب داشته ای و مردمان را به پای خواستن برای عبادت خود ترغیب کرده ای و شب قدر را که از هزار ماه بهتر است تجلیل فرموده ای و چون رمضان را به ما عطا کردی ما را بر دیگر امتها فضیلت نهادی و از میان پیروان دیگر کیشها برگزیدی. پس ما به فرمان تو روزش را روزه داشتیم و شبش را به نماز برخواستیم و با روزه داشتن و نماز خواندن در این ماه به رحمتی که ما را ارزانی داشته بودی روی نهادیم و آن را وسیله نیل به ثواب تو قرار دادیم. تویی که هرچه از تو خواهند توانی داشت و آنچه فضل و احسان تو طلبند توانی داد و به خواستاران مقام قرب خود نزدیک هستی. گرانبهاترین سودهای مردم جهان را به ما ارزانی داشت، اما چون زمانش به سر رسید و مدتش به شمار روزهایش پایان گرفت آهنگ رحیل کرد. ای خداوند اینک با او وداع می کنیم، همانند وداع با عزیزی که فراقش بر ما گران است و رفتنش ما را غمگین و گرفتار وحشت تنهایی کند، عزیزی که او را بر ما پیمانی است که باید نگه داریم و حرمتی که باید رعایت کنیم و حقی که باید ادا کنیم. پس اکنون میگوییم بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا، بدرود ای گرامی ترین اوقاتی که ما را مصاحب و یار بودی، ای بهترین ماه در همه روزها و ساعتها، بدرود ای ماه دستیافتن به آرزوها، ای ماه سرشار از اعمال شایسته بندگان خداوند، بدرود ای همدم ما که چون بیایی شادمانی و آرامش بر دل ما آری و چون بروی رفتنت وحشت خیز است و تعلم افزای، بدرود ای همسایه‌ای که تا با ما بودی
دلهای ما را رقت بود و گناهان ما را نقصان. بدرود ای یاریگر که ما در برابر شیطان یاری من دادی، و ای مصاحبی که راه های نیکی و فضیلت را پیش پای ما هموار ساختی. بدرود که آزاد شدگان از عذاب خداوند در تو چه بسیارند، و چه نیکبخت است آن که حرمت تو نگه داشت. بدرود که چه بسا گناهان که از نامه اول ما زدودی، و چه بسا عیب ها که پوشیده داشتی. بدرود که درنگ تو برای گناهکاران چه به درازا کشید، و هیبت تو در دل مؤمنان چه بسیار بود. بدرود ای ماهی که هیچ ماه دیگر را توان همسری با تو نیست. بدرود ای ماهی که تا تو بودی امن و سلامت بود. بدرود آن که نه در مصاحبت تو کراهت بود و نه در معاشرتت ناپسندی. بدرود که سرشار از برکات بر ما در آمدی و ما را از آلودگی های گناه شستشو دادی. بار خدایا بر محمد پیامبر ما و خاندان او درود فرست، همچنان که بر ملائکه مقربین خود درود فرستاده ای، و بر او و خاندانش درود فرست، آنسان که بر پیامبران مرسل خود درود فرستاده ای، و درود بفرست بر او و خاندانش، آنسان که بندگان صالح خود را درود فرستاده ای، درودی برتر از درود آنها ای پروردگار جهانیان، درودی که برکت آن به ما رسد و سود آن نصیب ما گردد و سبب استجابت دعای ما شود، که تو کریم ترین کسی هستی که بد و رغبت توان یافت، و کارساز ترین کسی هستی که بد و توکل توان کرد، و تو بخشنده ترین کسان به سائلان درگاه خود هستی. التماس دعا.